مقابلات رو پیشرفت و مرز کردن، زمانهای امتحانات پایانی رو اعلام کردن به شما که انشاءالله بر اساس اون اندازه گفتن ممکنه یه تغییراتی هم باشه، ولی در حال حاضر بر اساس همون چیزی هستش که به شما ابلاغ شده هستش. از به خدمتون که ما صحبت میکردیم در رابطه با مباحث دیتکشن بودش. یکی از مباحث بسیار مهم کار ما یک پارامتری هستش بهش میگن نیوسنس. نیوسنس پارامتر. البته نیوسانس مزاحم، پارامتر مزاحم. حالا این پارامتر مزاحم چرا به وجود میاد کارهایی که به مخابرات هستن؟ یکی از دلایل مهمش مخابرات و آشکارسازی تهدید، یه دلایل مهمش میسمچ هستش بین که این میسمچ خودش رو اینطوری نشون میده که این سیگنالی که داره ارسال میشه این سیگنال باشه، این واقعا به این صورت هستش باید باشه، این سیگنال پایه هستش که اومده در یک کوسینوسی ضرب به این صورت. حالا اگر این سیگنال کامپلکس ریاله در اینجا، اگر کامپلکس باشه این به این صورت نمایش داده میشه. اینجا این سیگنال کامپلکس و این سیگنال ترانسمیت شده است، سیگنال ارسالی. و چرا باید اینجور که این لو پاس سیگناله، لو پاسه اینو توی رادار مخابرات، اپلیکیشن های مخابراتی رادار اینا هم یکی از اپلیکیشن های مخابرات هستن، نمیشه سیگنال لو پاس رو که ارسال کرده چون که آنتن و همچنین آنتن هایی وجود نداره که بتونه سیگنال های لو پاس رو ارسال کنه. حالا توی مسائل مثل رادار و مخابرات این باید ماجولیت بشه، این الان ماجولیشنه دیگه. حالا این سیگنال اگه ریل باشه به این صورت ارسال میشه، اگه کامپلکس باشه به این صورت ارسال میشه. کامپلکس باشه معنی چی هستش؟ معنی چی هستش که این سیگنال واقعا از دو تا کانال داره میاد، یک کانال این فیز بهش گفته میشه، یک کانال بهش کوادریچر گفته میشه، یعنی این این در اون کانال این فیزشه این کانال، این سیگنال کانال کوادریچر هست. که وقتی شما اینجا مشاهده بفرمایید این الان در واقع به این صورت میشه دیگه.
پس این سیگنال داره ارسال میشه. من فرمودید این سیگنال داره ارسال میشه. ما فرقش هم میتونیم ببینیم خیلی ساده. این ترمو نداره. حالا یکی دلایل نیوسنس پرامتر، البته به توی انگلیسی بهش میگن نیوسنس، ولی توی فرانسه بهش میگن نیوسانس. نیوسانس یکیش میسمچ هستش که در واقع سیگنال ارسالی به این صورت میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ترانسمیتر سیگنال رو بدون اپسیلان داره ارسال میکنه، ولی ریسیور نمیدونه اف‌سی رو دقیق نمیدونه، با یه اررری میده، چون که این اف‌سی هم عدد خیلی بزرگی هستش، مگاهرتز و چند ده مگاهرتز و چند صد مگاهرتز و عدد گیگا هستش. من میفهمم یک مقدار ارر، مثلا 100 هرتز 200 هرتز ارر، یه چیز قابل توجهی رو درست میکنه توی اینجا. اینجا یه چیز قابل که این فاز پیدا میکنن، اینها این کوسینوس و سینوس فاز پیدا میکنن. پس یکی دلایلش میسمچ هستش بین ترانسمیتر و ریسیور آسیلیتورز. آسیلیتورهای اینها میسمچ هست. یکی از دلایل خیلی مهمش اینه که این کارش هم نمیشه، کاری که نمیشه کرد توی مخابرات پیشرفته دیدیم که کاری که انجام میشه این هستش که استفاده از PLA، استفاده از PLA این مشکل رو برطرف. خب PLA هم هزینه سخت افزاری میمونه. یکی دلایل دیگرش پروپیگیشن دیلی. خب سیگنال الان یه ترانسمیتر درست شد، رفت رسید به تارگت، حالا میخواد به احراز بکنه بود و نبود تارگت رو، میخواد احراز دیتکشن دیگه، بود و نبود احراز. زمانی که سیگنال ارسال شد تا برسه به تارگت یه زمانی، اون زمان ما نمیدونیم چه، ولی تارگت رو چون که رنجش رو با ما نمیدونیم چیه. بعد بفرمایید relative range the speed. توی این مسئله، توی این حالت دوم ترانسمیتر رسیده در یه مکان قرار گرفته. توی حالت های دیتکشن موقعی صحبت میگم ترانسمیتر رسیده در یک مکان قرار گرفته. پس الان فاصله ما تا تارگت مشخص نیست. پس زمانی که طول میکشه سیگنال بره برسه به تارگت، بعد از تارگت یه رفلکشنی ما داشته باشیم، یه انعکاسی داشته باشیم به سمت خودمون، مشخص نیست. این سبب میشه که اینجا استی که دریافت میکنید این نویز هسته توی اینجا استی که دریافت میکنید به این صورت میشه. این هاو به خاطر چی هسته؟ به خاطر همین پروپیگیشن دیلی. حالا توی مسائلی مثل مخابرات این هست، تو مسائلی مثل توی کاربردهای مخابراتی باز این هم هست، هر دوتا این هم موجودن. توی مسائلی مثل رادار ترانسمیتر ریسیور در یه مکان قرار گرفت، یعنی خود ترانسمیتر یه سیگنال ارسال میکنه، خودش هم دریافت میکنه، پس ترانسمیتر ریسیور در یک مکان. این مشکل
میدونی چطوری ظاهر میشه؟ دیگه ما ترانسمیتر رسیور رو یعنی در یه مکان هستن، چون که آسیلیتور زمانی که اف سی رو داره جنریت میکنه الان اف سی بوده، لحظه بعد به دلایل محیطی که تمپریچر باشه و خیلی مسائل دیگری که میتونه وجود داشته باشه، گرما، رطوبت، خیلی چیزهای دیگر شبیه اینها، میتونن اف سی که جنریت میشه برای دریافت کردن متفاوت از لحظه قبل خودش باشه. پس نیوسنس پارامتر همواره موجوده، همواره موجوده. حالا چطوری با این روی ما روی کرد داریم؟ روی کرد ما، اپروچ ما نسبت به این چطوریه توی دیتکشن؟ میدونی چه اتفاقی میفته؟ ما گیرندم که هم کلاس هم نمیگه، ما گیرنده مچ فیلتر یا کورلیتور فیلتر رو آپتیمو میشناسیم، اثبات هم کردیم کلاس هم. ولی اگر این مشکل باشه که هستش همواره، ما دیگه نمیتونیم از کورلیتور استفاده بکنیم، پس باید بیم از اسکوریلا دیتکتور استفاده بکنیم. جلسه قبل توی کلاس مخابطه پیش رفتم شما آشنا شدید با اسکوریلا دیتکتور. ما توی اون کلاس دیروز شما نمیدیم اسکوریلا دیتکتور رو ریز دلایلش رو مطرح کنیم که چرا باید استفاده کرد. توی این کلاس دلایلش واضح میشه به خاطر این دوتا، اگرچه توی اونجا هم ما باید میگفتیم چرا مثلا اسکوریلا دیتکتور. دیروز گفتیم که سخته و تحلیلش مشکله و اینا، واقعا هم همینطوره، تحلیلش مشکله، میبینیم الان تشکیل از لحاظ ریاضیاتی تحلیلش مشکله، ولی خب توی این کلاس دیگه چاره‌ای براش نیست. عرض خدمتتون که بیایم اینطور ببینیم که ما دو تا سیگنال داریم این صورت. این دوتا بر هم عمودن. ولی به خاطر این مشکل، به خاطر این پدیده، مشکل یا پدیده، این پدیده، ما نمیتونیم مچ فیلتر استفاده کنیم. پس باید بیاییم از چی استفاده کنیم؟ چهار باید؟ ببینیم از چهار. پس الان سیگنالی که ما داریم دریافت میکنیم، سیگنالی که داریم دریافت میکنیم به این صورت، توی مخابرات، توی رادار سیگنال هایی که ارسال میشن یا ساینوسویدال هستن یا چیرپ هستن. چیرپ این همه ساینوسویدال ترانسمیشنه. اگر ما میخواستیم به صورت چیرپ ارسال بکنیم، اینا به این صورت بوده. این هم بهش گفته میشه لینیر چیپ. چه
خاطر اینکه اگه بیا از اینجا مشتق بگیری به این لینیه این الان فازه این الان instantaneous frequency اینجا S1 T نمیدونم یه T که اینا داریم میگید در بازه زمانی صرف تا T دارن در کار میشن یا در بازه زمانی صرف تا T در کار میشن در بازه اینجا داشتیم S2 بعد اینجا میبینیم نمونه برداری میکردیم چه زمان در زمان تی بعد اینجا میامنی چی کار میکرده؟ میاد بیدن رو محادثه یعنی اینکه اطلاعات فاز در دسترس نیست یا نمیخوایم از اطلاعات فاز استفاده کنیم سیگنال در این آف بی چون که میدونیم توش یه نیوسنس پرامتر هست نانکوهرنت دیتکتور مهمترینش اسپویلر دیتکتور هست موست امپورتنت
خیلی دیده میشه اینا. اسکولا دیده اسکولا. که به این صورت یعنی این رو ما این کار رو میکنیم، این رو ما باید این کار اگر یادتون میاد دیگه دوستان این مچ فیلتره، مچ فیلتره به سیه این مچ فیلتر هستش به S2 اگه میخواستیم به یه صورت دیگه نمایش بدیم میتونستیم اینطوری نمایش بدیم. پس ما بیام همین کار رو انجام بدیم توی اینجا، یعنی بیام اینو کورولیت کنیم، کورولیت کنیم با این دو تا تر با کوسینوس یا این دوتا با این جمع بزنیم ولی همین کار رو برای فرکانس دیگر هم بیم انجام میدیم، برای اومیگای اومیگا دو هم این کار بیم انجام. بیایم اینا رو با هم مقایسه کنیم، مقایسه که این هستش اسمش R1، اسم این هستش R2.
دوستان عزیز، این ها چیزهای فاندمنتال ها. این وقت خدایی نکرده این احساس به شما دست بده که جدید اختراع شده، نه اینا همیشه بوده. ولی ما بیشتر با مچ فیلتر و این کورولیتو فیلتر عادت داریم. ولی وقتی یه نیوسنس پرامتر وجود داره، دانشمندا مهندسین اینا اینو استفاده می‌کنن. این همون اسکورلا دیتکتور ماست. همین فرمایید که اینجا صحبت. حالا یه نکته ای از اهمیته که خیلی مهمه که عرض باید بکنم که دیروز هم توی کلاس مخابرات پیشرفته عرض شد، به قوه دو داره میرسه. اگر این سیگنال کامپلکس باشه اینجا قطعه بودتر. حالا ولی برای سادگی ما همین اینطوری ریل فرض می‌کنیم، چون که اون کامپلکس نظر بدیم ما همین یه ذره چیده میشه، یه بودی که زیاد نمیشه جا دادش. ببینیم چه اتفاقا میفته. فرض بفرمایید که RT این بوده. فرض این هم یک نویز گوسیه که مثلا بندپس گاوسیان نویز هست. و این نکته را من شاید باید اشاره بکنم دوستان که این الان چرا ای اینجا گذاشتیم، چرا ای گذاشتیم. ببینید تخمینشون بدم بهتون. ببینید S1 رو نگاه بکنید، شما تا قوه دو برسونید ازش انتیگرال بگیرید در بازی زمانی صفر تا تی، در بازی زمانی صفر تا تی ازش انتیگرال ببینید چی میشه. انتگرال بگیریم به چی میرسیم؟ به این میرسیم. کوسینوس. سینوس هم را بگیم به سینوس. خب الان این مقداری که اینجا شما مشاهده می فرمایید، این مقداری که اینجا شما مشاهده می فرمایید، این عددی بین منهای یک و یک، این عدد بین منهای یک و یک. ولی این یک مقدار بسیار بزرگی، یعنی مخرج، مخرج عدد بزرگیه. پس حاصل ضربی عدد بسیار بسیار کوچک، بسیار کوچک. پس ما میتونیم از این صرف نظر کنیم، میتونیم صرف نظر. یک چیز دیگر که میشه گفت این هستش که این توی مخابرات، البته دیگه توی رادار و اینا نه، توی مخابرات این اومیگا هستش یک برمی اون یکی یه مضربی از این که تفاضل اینها چون مشاهده می فهمید که مثلا این ما خاطرتون هستی توی مخابرات پیشرفته که همه شما تقریبا تون کلاس هستی، ما اومیگا دو
منهای اومگا یک رو بفتیم دو پای و یه تیک. حالا کوهیرنت و نان کوهیرنت باید من صحبت کردیم. توی اینجا مطرح میشه دیگه. اگر ما میدونیم که این مشکل توی مخابرات وجود داره، ما باید چیکار بکنیم؟ این رو اینطوری در نظر بگیریم. اگر میدونیم که نه اینطور نیست، میتونیم اینطوری در نظر بگیریم. این مال حالت نان کوهیرنت، این مال حالت کوهیرنت که میری فرکانس رو هم نزدیک توی مخابرات ها، ولی توی رادار نه لزومی نداره، چون که این امیگا خیلی عدد بزرگ، اف یک و اف دو خیلی عدد بزرگی هست، این هم به یک و منهای یکه، مثلا میشه عددی یا عددی مثل یک حد اکثر یا منهای یک حد اقل به تقسیم به یک عددی در حدود 100 میلیون، صدها میلیون، حتی گیگ، چند گیگ. بنابراین اینو میشه گفتی صفر. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. اینو چی انرژی یعنی برای هر دو تاشون یک سال، انرژی برای هر دو تاشون یک سال. توی رادار میدونید چه کار میشه؟ اینو این مسئله توی رادار اسمش ازش فریکونسی اجیلیتی. فریکونسی اجیلیتی اجیلیتی یعنی چی دوستان؟ اینجا نیستین بگین به من این تکون خوردن نه میفرمونی؟ اجیلیتی یعنی تکون خوردن، اجایل، از اجایل، از اجایل میفرمونی؟ اجیلیتی، اجایل صفتش اجیلیتی اسمش، ولی فرکانس این داره تکون میخوره، فرکانس داره این تکون میخوره. و این چرا این کار رو انجام میدن تو رادار؟ بخاطر این اون تارگتی که شما دارین، بعد میفهمم اون حرکت ممکنه مثلا هواپیما باشه، حرکت ممکنه داشته باشه، بعد فرکانس رو اگر عوض بکنی میشه دیتکتش کرد. بعد میفهمم چون که اونام به هر حال توی مسائلی مثل رادار، رادارهای نظامی، اونم هواپیما رو یه جوری میسازن که نسبت به رادار چی باشه؟ استلت باشه. استلت، استلت، استلف یعنی چی دوستان؟ استلف، استلف شبه، شبه گونه باشه، رادار گریز باشه. استلف یعنی شبه باشه نسبت به رادار، اصلا انگار نمی‌بینه، رادار نمی‌بینه. حالا این دو روی کردن اتفاقا دارن اینا ساختشون، اینا تو ایران هم این کار میکنن که جنسی که استفاده میشه، مثلا خود جنسی که هواپیماهای نظام استفاده میشه، این جاذب الکترومغناطیسه. مثلا اینجا سقف ما رو ببینید دوستان، این چرا توش سوراخ سوراخ هست؟ بخواد اگه صدا بره این تو، از اینجا که صدای استاد داره صحبت میکنه، از اینجا به شما رفلکشن نداشته باشیم، چون اینجا به من نزدیکتره تا این دیوار ها. پس از اینجا اگه رفلکشن باشه میدونی چه اتفاقی میفته؟ همین صدا به شما میرسه، همین صدا به شما میرسه. چون که این صدا، این دوتا با هم کورولیتد هستن، میتونه همدیگه رو حذف بکنه. یعنی شما اینجا نشستید، استادم داره صحبت میکنه، ولی شما چیزی نمیشنید. اومده این کارو کرد. یا اینکه یه چیزی میشنوید، ولی اونی نیستش که این فرد داره میگه. نمیفهمید. دائم باید هی تکرار بشه برایش. من به همین خاطر اینا سوراخ سوراخ کردن که صدا بره توش بیرون دیگه نیاد، نه اونجا، اونجا، چون که الان این سقف کاذبه دیگه، یه فاصله ای تا سقف بتونی داره. حالا استلف فایترز اینا جنگنده هایی از ایران هم داره که کوچک، خیلی کوچکی شده داره نیست، یعنی شاید من فکر کنم در دنیا کوچکتری استلف فایتر مال ایران نیست که چند سال پیش درست کرد. اینها یکی جنسشون نسبت به رادار چیز هستش، رفلکشن نداره. یکی هم این که طوری ساختن که سطح عمود نداشته باشه، سطح عمود، چون که سیگنال رادار سطح بهترین سطح برای رادار سطحی که عمود باشه نسبت به سیگنال رادار، چون آنن برمیگرد. حالا ولی سطحی رو شما در نظر بگیرید
این سد اصلا عمودی نیست، از سکش چیز عمود نداره. شما میبینی الان بعضی از این استلت فایترها تو فیلم ها و تلویزیون اینا هم شما حتما دیدید که اینها واقعا مثل یه برق میمونه، یه برق شیتن شیت. یه برق از رادار بهشون نمیده صد عمود داشته باشه، و در علاوه این جنسش هم طوری میسازن که جاذب الکترومغناطیس هسته یه چیز نمیشه. حالا باید اگه ما بیم از فریکونسی اجیلیتی استفاده بکنیم، میام شانس خودمون رو در دیتک کردن این هواپیماهایی که میتونن اینطوری باشن رو داریم زیاد میکنیم. هی فرکانس رو داریم عوض میکنیم، هی فرکانس رو داریم عوض میکنیم. این الان همون دیتکتور ما هست، مثلا نان کوهیرن سکورلا دیتکتور. و اگر هم ای گذاشتیم، اگر هر دوتاشون ای دارن، به خاطر نمیخوایم نسبت به اینها رجحان بدیم. ما خاطرتون میاد شما ما صحبت کردیم توی مسائل بیزیان دیتکشن، گفتیم پرابابیلیتیه سیگنال S1 ارسال بشه ازش P1، پرابابیلیتی سیگنال S2 ارسال بشه ازش P2. بعد اومدیم میگیم که دلیلی وجود نداره اینا P1 و P2 باشن، باید هر دوتاشون باشن P1 مساوی P2 مساوی با P. در این حال انرژیشون هم نباید متفاوت باشه، ما نباید نسبت به یک سیگنال و سیگنال دیگه رجحانی قرار بدیم. چون خودمون رو داریم فریب میدیم تو مسائل رادار، اگه این کار رو بکنیم خود فریبی میشه. به همین خاطر اینا هر دوتاشون ای دارن. تو مخابرات هم همینطوره، مخابرات میخواد 0 و 1 رو، شما نباید نسبت به 0 و 1 رو خودتون رجحان بدید، که باید نسبت به سیگنال مخابراتی شما حساس باشید. پس شما نمیانید سیگنال ارسالی برای بیت 0 رو با سیگنال ارسالی برای بیت 1 رو از لحاظ انرژی متفاوت بود. این برای کدوم کانال هاست؟ برای کانال هایی هستش که باینری سیمتریک. تمام کانال های مخابراتی و راداری اینا باینری سیمتریک هست، مگه کانال های آپتیکال چنل ها، اینا باینری ایسیمتریک هست. این هست مثلا روی فیبر. حالا بیام اینو ببینیم دوستان، اینطوری الان ببینیم. اگه این الان وارد بشه، توی این آرم چه اتفاقی میفته؟ توی آرم اول این چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته اینجا. بعد انتگرال این میشه، بعد به قومی میگه بعد پایین چطوری؟ جمع بذاریم دیگه اینجا آر یک ببینیم چه اتفاقی میفته. کوسینوس و کوسینوس یک دوم
به اینجا کوسینوس در کوسینوس میشه یک دوم این و یک به قوه دو هم داره پس میشه یک چهارم اینا. حالا این رو شما تبدیل بکنید به این میرسید انتگرال میگید من به قومه دو باید برسیدم من به قومه دو باید به علاوه این که این کوسینوس و سینوس میشه جمع سینوس ها یک چهارمان بیرون میاره این ما ساده با ساده تر کنیم با ساده تر کنیم دوید که اینجا این داریم بعد به قوه دو قوه دو یک ترم این صورت هست یک ترم این صورت یک ترم این صورت این باید به قوه دو برسن می‌بینید که اینجا پیدا می‌کنیم تی دو کوسینوس دوی فی بعد اینجا چهار تا امگا سینوس دو امگای فی امگای سینوس فی قوه دو حالا حاصل ضرب این پایین هم همین اتفاق میفته پایین هم این میداریم به علاوه پی دو سینوس دوی فی
تی هم هستش، یه تی هم میتونه حالا یه ها جمع بشن دیگه. ببینید این دو با هم جمع بشن تی رو درست میکنن، اینا با هم جمع بشن سینوس دو کوکو سینوس دو یک میشه اومیگا. اینجا سینوس دو با کوسینوس دو باز یک میشه ولی تقسیم بر اومیگا داره، حاصل ضرب اینها رو پیدا میکنه ولی باز تقسیم بر اومیگا یک داره. اینجا رو شما مشاهده بفرمایید، اینجا کوسینوس فی سینوس، سینوس فی کوسینوس، اومیگا یک اومیگا یک تی، چون که سینوس کوسینوس کوسینوس سینوس تبدیل میشه به چی؟ سینوس تفاضل سینوس ها، نه؟ تفاضل سینوس ها، اینجا تفاضل سینوس ها. بعد چون که این فی داره، این فی داره، این میشه سینوس دو اومیگا یک تی تقسیم بر اومیگا یک. من فهمم اینطوری میشه. پس من اینو اینجا بنویسم که اینجا داریم ای دو تی ضرب داره اینو. اینجا شما مشاهده میکنید که اینو داریم و الان اینجا تبدیل به یک میشه، این دو تا تبدیل به یک میشن. بعد ترمایز اینجا شما دو برابر سینوس در سینوس رو دارید، اینجا دو برابر کوسینوس در کوسینوس رو دارید. میرسیم به این منهای دو سینوس دو اومیگای یکی تی به علاوه فی اینجا کوسینوس بعد این اینجا به علاوه سینوس دو اومیگای یکی تی علاوه فی در به سینوس سینوس کوسینوس به علاوه سینوس سینوس تفاضل، یعنی حاصل این حاصل این چیزی که اینجا شما مشاهده می‌فرمایید این هستش سینوس به دو اومیگایی که حاصلش میشه. اینجا چطور؟ اینجا شما مشاهده می‌فرمایید که داریم کوسینوس سینوس فی، اینجا داریم سینوس فی کوسینوس فی باز ولی یکیش با مثبت یکیش با منفی. ببینید اینجا به علاوه کوسینوس منهای سینوس اینجا منها این دوتا ترم با هم حذف میشن. من ولی می‌نویسم ببین میخوام چی رو نشون بدم دوستان؟ میخوام نشون بدم که تحلیل پیچیده تره. ما اون تحلیلش خیلی ساده بود برای ما، هم توی جزوه شما دارید می‌بینید، هم توی کتاب می‌بینید، هم توی مقابلات پیشرفته دیدید، تحلیلش خیلی ساده است. ولی وقتی که تبدیل به نان کوهرنت میشه که شما می‌خواید اطلاعات این رو اطلاعات این آماری رندوم وریبل این رندوم وریبل این رندوم وریبل الان یونیفرم این الان چه دیستریبیوشنی پیدا میکنه؟ این دیستریبیوشن همون تیکاپ رو پیدا میکنه. خاطرتون رو نرس کردید خدمتتون تیکاپ تو فرایند کلاس فرایند هم شما دیدید که یه تیکاپه، بعد این یه گوسیه. خب یک رندوم وریبل گوسی، یه رندوم پروسس گوسی و یه رندوم پروسس تیکاپ که این پی دی اف این پی دی اف این الان اینطوری
پی دی اف این رندوم برید. اگه میشه مثلا بذارید. پی دی اف اینطوری. این رندوم پروسس با این رندوم پروسس بیان با هم دیگه جمع بشن، پی دی افشون چی میشه؟ پی دی افشون چی کانولوشنشون؟ اصلا نمیدونن این چیه. فرمول بسته نداره. فرمول بسته نداره. میشه در حوزه این مومنت جنریتینگ فانکشن پیدا کرد، چون که این و این ایندیپندنت هم حالا فرض چیزتر بکنیم، سختر بکنیم، آنکورولیتد هم. پس این دوتا در حوزه این مومنت جنریتینگ فانکشن، مومنت جنریتینگ فانکشن این میشه ضرب مومنت جنریتینگ فانکشن. این دوتا مومنت جنریتینگ فانکشن این رو ما میدانیم، مومنت جنریتینگ فانکشن این هم میدانیم. پس مومنت جنریتینگ فانکشن این رو ما میدانیم. حالا این اگه ما معکوس بکنیم که نمیدونیم ریزالو نتیجه معکوس لاپلاس ترانسفورم چیز، فرمول بسته نداره، به پی دی اف این می‌رسیم، بعد مشکل ما حل میشه. ولی این توانمندی هنوز به شما منتقل نشده که ما چطوری در حوزه مومنت جنریتینگ فانکشن یه چیزی که فرمول بسته نداره بتونیم معکوس لاپلاس ترانسفورم بکنیم، که همونطوری که جلسات قبل خدمتتون عرض شد روش هایی مثل بهش میگن سدل پوینت اپراکسیمیشن، سدل پوینت اپراکسیمیشن، یا یه چیز خیلی جنرال کلی تر استیپست دیسنت. سدل پوینت اپراکسیمیشن، استیپست دیسنت. اینا رو لازم داره، یه ابزارهای خیلی قدرتمند رو لازم داره. ما نمیخوایم از اینا استفاده کنیم. آشنا انشالله آشنا میشیم باشون، ولی نمیخوایم استفاده کنیم. اینجا نمیشه استفاده کنیم. خب ما اینجا داریم. اینجا به چه اتفاق میفته؟ اینجا علاوه اومگاییه اینجا داری شما تی، اینجا داری کوسینوس، اینجا هستش سینوس فی، سینوس فی اینجا هستش به علاوه سینوس فی، سینوس اینجا میشه به دوام هستش. این چطور میشه؟ سینوس و سینوس منما تفاضل سینوس ها، تفاضل سینوس ها که میشه بریم ولی نکته ای که درش هست چیه؟ هر دوتاشون تقسیم بر یه عدد خیلی بزرگی شدن، هر دوتاشون تقسیم بر یه عدد خیلی بزرگی شدن. پس این ترم که شما مشاهده می‌کنید صفره، این قرمز تقسیم بر امگا یک صفره، پس این ترم کاملا صفره، اینم کاملا صفره. پس فاصله این چی میشه دوستان؟ فاصله این میشه این، فاصلهش میشه یک چهارم هم اثر، یک چهارم هم اثر ندادم دادم این دروه چرا اثر دارم؟ اثر گذاشتم تو مخرج چه؟ اینجا یعنی شما اینه دارم و
حالا ببین تو آمریکایی چه اتفاقی میفته؟ تو آمریکایی با توجه به این که ورودی این باشه، ورودی این باشه، ببین چه اتفاقی میفته؟ اینجا همه میشه دو، اینا میشن اومیگا دو، اومیگا دو، اومیگا دو، یعنی فرمید؟ اومیگا دو، اومیگا دو. به نظرشون به چی میرسه؟ تحلیلش دیگه، اون تحلیلش میگه این چیز داره همینه. ببینیم چی میشه، انجامش کنیم. چند وقت مونده؟ نیم ساعت تقریبا. مونده؟ یاد نه 20 دقیقه مونده. قسمتاش هم این تبدیل به چی؟ چون که حاصل ضرب کوسینوس هاست تبدیل به این جهن آرگومنت هاشون که اینجاست، تفاضل آرگومنت هاشون میشه. پس حالا باید انتگرال بگیریم که ما رو به اینجا زیاد ازیاد دو نکنم. اومیگا یک اومیگا دو عدد بزرگی هست، جمعشون عدد خیلی بزرگی، ولی اومیگا یک اومیگا دو عدد بزرگی هست، تفاضلشون لزوماً بزرگ نیست، میتونین در حدود هرتز باشه. واقعا من همین کنم هستا، در حدود هرتز صورت میتونه بین منهای یک و منهای دو دو باشه مثلا. این نمیشه صرف نظر کرد، پس این میمونه تو کار، پس میشه از این صرف نظر کرد. ولی این نه، این باقی میبینیم توی اینجا چطور؟ اینجا اینجا من حدود است، اینجا رای کسین سینوس میرهشتم دوست دادا، اینجا سینوس هست کسینوس سین این فیز کوادریچر، این فیز کوادریچر اینجا اشتباهش کنیم پایینی به این صورت
میشه سینوس در کوسینوس چهار بعد این به قوه دو برسه قوه دو به چه اتفاقا میفته اینجا دو ای یک چهارم بیرون میاد یک چهارم بیرون میاد اینجا شما دارید اومیگا یک به علاوه یه اومیگا دو منهای کوسینوس بتی به علاوه یه فی به علاوه یه کوسینوس اینجا این رو میشه باز صرف نظر کرد چون که مطرش خیلی بزرگیه ولی اینجا رو نمیشه صرف نظر کرد باید به قوه دو برسن به قوه دو برسن یعنی که سینوس به قوه دو اینجا هست با این کوسینوس به قوه دو میشن یک اینجا سینوس هست اینجا کوسینوس هست به قوه دو برسن میشن یک حاصل ضربشون دو برابر حاصل ضرب اینجا دو برابر حاصل ضرب اینجا یک میشه سینوس سینوس کوسینوس کوسینوس که میشه کوسینوس تفاضل کوسینوس تفاضل واضحه این دوستان نباید که بنویسمش که دوباره پس ما روی این تخته اگه بخوایم نشون بدیم خدمتتون به این میرسیم دو هم داریم بعد دو تا یک هم با شماده جمع شد واضحه چرا؟ چون که به قوه دو ها میرسن کوسینوس به قوه کوسینوس فی به قوه دو سینوس فی به قوه دو جمع میشن میشن یک اون دو تا کوسینوسی که اومیگا یک منهای اومیگا دوی آرگومنتشون اومیگا یک منهای اومیگا دوی تی داره به قوه دو برسن جمع میشن باز میشن یک و یه دو برابر هم داره یه کوسینوس در کوسینوس سینوس در سینوس جمع بشن میشه تفاضل آرگومنت هاشون توشون فی وجود داره بس میشه اینطوری نمیشه حاصل چی؟ بعد چون که یک چهارم اینجا هست اون یک چهارم هست بعد اون چیزها رو انداختیم ما اینا رو انداختیم دیگه نه؟ اینا رو انداختیم پس یه دو ای هم اینجا میشه یه حاصل ضرب دو ای هم اینجا هست پس این یک چهار ما یه دو ای هم اینجا هست توی اینجا هم دوستان مثل که ما این دوه رو لحاظ نکرد اینجا یه دو هم اینجا هست
سیاستش ایتی حاصل ای حاصلش میشه ایتی بعد اومگا یک اومگا بعد اینجا کسینوس اینجا دو در دو چهار ای باره میرسیم به این بیس برمیشیم باره میرسیم به این حالا اگر مسئله مخابراتی باشه اومگا یک به های اومیگا دو هستش چی دوستان؟ هستش دو پای در روی تی و یا ای پای در روی تی ای مخابراتی باشه من شما مشاهده می‌فرمایید که تی بیا در اومیگا یک به های اومیگا دو ضرب کشه یه عدد بدید یا اینو داریم پس آر به پایینی آر دو باشه اینه آر دو اینجاست آر دو اینجا حالا ولی من این نکته ای که در این باره وجود داره چی؟ اینو همه دنگ بدیم داخل بکنیم این نویز باید وارد بشه این نویز الان به چه شکلی دوست؟ این نویز این انتیلی انتیلی هم اینطوریه سینوس فی اگر بگیم که اگر بگیم که سیگنال این باید اینو وارد بشه اینو باید وارد کنیم اینو باید که این دوتا رو هم میدونیم که اینها گوسی هستن زیرومی هستن اینها رو میدونیم میدونیم که uncorrelated هستن میدونیم که توان اینها به این صورته این نویز وارد بشه یعنی اینجا شما اینجا یه ترم نویزی دارین یعنی این هست برای یه چیز نویزی وارد بشه یه ترم نویزی داری شما اینجا بهش میگیم این یک اینجا چطور؟ اینجا این ترم رو داریم که اینجا شما مشاهده میفرمایید این ترم رو داریم حالا من اجازه بدید با قرمز نمایشش بدم این ننویسمش به علاوه این دو قرمز به علاوه این بیایم بگیم که اینا ارتاگنال هست یعنی بگیم که این دوتا بر هم عمودن این دوتا بر هم عمودن میدونی چه اتفاقی میفته؟ این قرمز تبدیل به صفر میشه چون که این دوتا بر هم عمودن
مربی باشن اونجا دیگه کورلیشن نداره سیگنال، یعنی این تر از بین رفته است، این تر دیگه از بین رفته، فقط این باقی میمونه، این صفر میشه. پس مسئله ما تبدیل به این میشه. شما میخواید این رو الان با فرض ارسال S1 هم این باشه تو به این مسئله نیست. الان این یعنی یه گوسیه، این هم یه گوسیه. شما واقعا وقتی به قوه دو برسونید این گوسی هم به قوه دو میرسه دیگه، ببینید اونا به قوه دو میرسن، به قوه دو میرسن. پس ما میرسیم به مسئله‌ای که داشتیم رایسی، یعنی این الان این چیزی که اینجا شما مشاهده میکنید آریه رایسیانه، آر دو یک ریلی حالا شما باید لکلود ریشیو تست رو فرم بکنید دیگه، لکلود ریشیو تست که میشه یک رایسیان برای یک ریلی که باید بیایید با ترشورد مقایسه کنید. حالا اگر بگیم که S2 ارسال بشه، S2 ارسال بشه، اینجا S2 بشه، اینجا دوباره میشه رایسیان، اینجا میشه ریلی، اینجا میشه رایسیان، اینجا میشه ریلی. حالا چی کار باید کرد؟ یعنی اینجا چیز عوض میشه، اینجا میشه رایسیان، اینجا میشه ریلی. بس لاکلی ریشیو تست واقعا میشه یک رایسیان هم یادتون میاد شما این همین کلاس هم کلاس مخابرات پیشرفته صحبت شده رایسیان پیدیه همچین پیدیه این همون بسید فانکشن زیرو برده این رو لاکی ریشو تست این فرم رو باید نمیرسیم چون که انرژی ها تو هر دوتا مسئله برابر هست، تو هر دوتا مسئله انرژی ها برابر هستن، ما میشیم به این میرسیم.
This cell function, یه monotonically increasing function. This cell function یعنی که این یه تابع مانیتاری اینکریزیه. یعنی میدونید معنی این اگه بخواید تحلیل بکنید ما میتونیم اینطوری نگاه بکنیم میتونیم اینجا یو اینو بگذاریم به لزومی نداره این کارو چون که این مانتانیک اینکریزینگه این درست مترادف اینه threshold دیگه این threshold اینو میره ساده میشن شاید یک برمی آردو یعنی شما این دوتا مقدار رو که اینجا به دست رو باردین یه سیگنال دریافت کرده این یه سیگنال دریافت کرده این وارد این ساختار میشه آر یک و آر دو درست میشه آریکاردو رو با هم مقایسه میکنیم نسبت به threshold نسبت به threshold اینا رو مقایسه میکنیم اگر یکی از دیگری بزرگتر باشه نتیجه اگر این مسئله مسئله مخابراتی بود این مسئله راداریه که threshold‌ش هم از طریق فاصله هم به دست میاد فاصله رو به یه چیزی سد میکنه اگر مسئله مخابراتی بود این ایتا بود یک ایتا بود یک شما این کار میکردی اگر آر یک بزرگتر از آر دو باشه نتیجه میگیرید که توی داده های شما داده های شما اس یک اگر کوچکتر نتیجه میگیرید توی داده های شما اس دو بوده اگر مخابراتی باشه مثلا یه مخابراتی ولی مسئله را داره به این صورت این مدر حالا میدونیم باید چه کار بکنیم دوستان حالا باید این رو تعمیمش بدیم به حالت MRE یعنی چند تا سیگنال اینجا خدمت رو عرض شد فریکونسی اجیلیتی فریکونسی این برای باینری فریکونسی اجیلیتیه اون تارگت شما آیا فقط نسبت به دو تا فرکانس به وسیله دو تا فرکانس ممکنه حضور شما یا عدم حضورش رو پیدا بکنید؟ خیلی ساده لوحانه است. خیلی ساده لوحانه است. اگه فکر کنید شما که اون نمیدونه که ما داریم فرکانسی اجیلیتی استفاده می‌کنیم. خیلی ساده لوحانه است. پس ما باید بیام چیکار بکنیم؟ بگیم MR فرکانسی اجیلیتی داریم استفاده می‌کنیم. یعنی چندین فرکانس. حالا اون چند تا فرکانس؟ چند تا فرکانس؟ مثلا این دو تا 1024 یعنی فرکانس ها رو هی داریم تغییر میدیم شما دائم داریم تغییر میدیم چه رنجی از فرکانس ها در اختیار کنید؟ 1024 تا دیف متفاوت فرکانس متفاوت فرکانس متفاوت در اختیار دون هست اون دیگه چی میشه؟ اون تارگت
بعیده که نسبت به اینها چیز نباشه، خودش بتونه پنهان بکنه، استلف بشه. حالا اون مسلمه میشه، مسلمه میشه. حالا میمونی که انشاءالله جلسه بعدی میشه. چقدر از وقت میشه؟ همون 20 دقیقه شد. همون شد.